محسن رضایی که البته اسمش از سبزبار رضایی میرقائد، متولد 1333 خورشیدی در روستای بنبار بابا احمد از توابع مسجد سلیمان. پدرش برای خانواده های گلدار در جریان ییلاق قشلاق کردن ها چوپونی میکرد. سبزوار یا همون محسن بعدی رو میفرستن اهواز که بره هنرستان درس بخونه، یه صنعتی یاد بگیره، به درد سفره خانواده بخوره. 15 سالگی میره اهواز، 20 سالگی ساواک میندازتش زندان. میگه 6 ماه زندان بوده، ولی نکته اینجاست که در زندان با چند نفر دیگه گروه منصورون رو تشکیل میدن. اغلب زندان یه همچین محسنات و مذراتی دار. از سال 53 تا سال 57 خودش میگه زندگی مخفی داشته به دلیل فعالیت در چارچوب گروه منصورون و اینا با متوسلیان و این داستان. سال 57 جزو محافظای اقامتگاه خمینی در تهران بود. واحد اطلاعات سپاه رو تشکیل میده و با حکم خمینی میشود اولین فرمانده واحد اطلاعات سپاه پاسداران سال 58. بعد از 2 سالم به حکم خمینی میشه فرمانده کل سپاه پاسداران که در جریان جنگ اختلاف جدی پیدا میکنه با فرمانده نیروی زمینی ارتش و با بعضی دیگه از سپاهی ها که اصلا پرداختن به این موضوعات رو توی این برنامه فرصت چون نداریم. تا سال 76، سالی که خاتمی میشه رئیس جمهور، از فرماندهی سپاه کناره میگیره محسن رضایی و به حکم حضرت امام خامنه ای میشود دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تا امروز. سر همون کار هست. درست 1 هفته قبل از نوروز 1386، 24 اسفند 85، پلیس بین الملل اینترپل برای محسن رضایی و 5 نفر دیگه از مسئولان جمهوری اسلامی حکم تعقیب بین المللی صادر میکنه به اتهام برنامه ریزی برای انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در بوئنوس آیرس که 85 نفر رو کشت و بیش از 300 نفر رو زخمی کرد. انفجار مرکز آمیا تیر ماه 73 انجام شده بود. نزدیک 13 سال دستگاه قضایی آرژانتین با فراخواندن بیش از 1200 شاهد به دادگاه حکم پرونده رو سرانجام صادر کرد. نقشه و دستور ضربه زدن به بزرگترین مرکز اقلیت یهودی در آمریکای لاتین در تهران کشیده شد و مسئولیت اجرای طرح عملیات به ستاد ویژه عملیات حزب الله لبنان به رهبری عماد مغنی سپرده شد. در تیر ماه 85 دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب 9 نفر رو در رابطه با این انفجار تروریستی صادر میکنه. 24 اسفند همون سال 85 اینترپل برای 6 نفر از این افراد حکم جلب بین المللی صادر میکنه. علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی، محسن رضایی فرمانده وقت کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، احمد رضا اصغری دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین، احمد وحیدی فرمانده سابق نیروی ویژه قدس سپاه، محسن ربانی رایزن فرهنگی پیشین سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین و عماد مقنی رئیس وقت ستاد عملیات ویژه حزب الله لبنان که این عماد مقنی سال بعدن فکر کنم حدود 12 سال پیش در سوریه کشته شد. سال 2019، 1.5 سال پیش، همه اسناد محرمانه مربوط به انفجار آمیا رو دستگاه قضایی آرژانتین از حالت محرمانه خارج کرد. و اگه کسی بخواد دقیق بررسی کنه جزئیات این عملیات محرمانه رو میتونه دنبال کنه و نقش محسن رضایی رو در اون یهود کشی و عملیات تروریستی مشخص و دقیق دریابد. محسن رضایی هیچ وقت از سپاه استعفا نداده، گرچه از فرماندهی سپاه کنار گرفت، هیچ وقت بازنشسته سپاه نشده، همچنان درجه سرلشکریش رو حفظ کرده و 4 بار تا حالا
پشت هم دیگه نامزد ریاست جمهوری اسلامی شده. حالا بریم یه مقدار درباره خود این شخص بگم براتون. امیدوار رضایی، داداش کوچک محسن رضایی که سالها 4 دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده، در توصیف محسن رضایی میگوید، میگه خیلی آدم خوبیه، بزرگترین انتقاد به برادرم این است که برای دوستانش کاری انجام نمیدهد و به جناح بندی و قوم و قبیله و به جناح بندی افراد و قوم و قبیله توجهی ندارد. یکی از این بی‌توجهی‌های محسن رضایی که صدای داداشش رو در آورده به افراد و قوم و قبیله، آوردن پسر دومش یعنی علی میرقائد به مجمع تشخیص مصلحت نظام. علی رضایی میرقائد فرزند محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از افرادی است که با استفاده از توانمندی‌هایش موفق شده تا پس از ادغام 3 معاونت در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 1 معاونت بر کرسی آن معاونت تکیه بزند و بشود معاون امور بین الملل پژوهش و اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. این واقعا بی‌توجهی محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به قوم و قبیله فقط مربوط به پسرش نمیشه، به عروس و خانواده عروسش هم میشه. زن علی میرقائد یعنی عروس محسن رضایی سیده هدی طباطبایی است، نوه روح الله خمینی. مادر زن علی میرقائد لیلی بروجردی است، رئیس کمیته بانوان و جوانان مجمع تشخیص مصلحت نظام. این هم یه بیتوجهی دیگه محسن رضایی به قوم و قبیله و افراد و اینا. این بیتوجهیاش باعث شده که دامادش هم برداره ببره مجمع تشخیص، سید محمد مهدی احمدی به قول خودشون، که زهرا خانوم دختر وسطیه محسن رضایی رو گرفته. این شد معاون اجرایی مجمع تشخیص مصلحت نظام. بعد محسن رضایی بابت این بی‌توجهی‌هاش به قوم و قبیله 2 برادرزناشو و 1 باجناقش هم برداشت برد مجمع تشخیص، پسر باجناقش هم برد مجمع تشخیص که دوره سربازیشو اونجا بگذرونه، یه وقت نره صبحگاه شامگاه و بدو و اینا. حالا این شخص برای بار 4 اومده میخواد رئیس جمهوری اسلامی ایران بشود. یه بار رأی نریورد، یه بار کنار کشید، یه بار گفت تقلب شده. سال 88 محسن رضایی و احمدی نژاد و موسوی و کروبی 4 نامزدی بودن که شورای نگهبان به مردم معرفی کرد که برن به این 4 رأی بدن و یکشون بشه رئیس جمهور و اینا. بعد مقاومت موسوی و کروبی رو در برابر نادیده گرفتن تقلب گسترده در انتخابات سال 88 رو همه میدونید دیگه، که هزینه‌شو همچنان هم دارن میدن، حالا کم و زیاد. محسن رضایی هم تو همون انتخابات، تو همون شلوغی های تقلب شده فلان شده اینا، اومد گفت تقلب شده و به شورای نگهبان هم شکایت کرد. رسما اومد صریح در سیمای آقایون گفت تقلب کردن. شکایت های خودمون رو به شورای نگهبان انجام دادیم. مثلا ببینید، خب الان 170 تا حوزه رأی هست که اینا بالای 95% تا 140% مردم رأی دادن. بیش از 170 حوزه رأی، حوزه رأی ها، نه صندوق رأی. تو هر حوزه رأی چندین صندوق رأی هست، بستگی داره کجا باشه. تو بیش از 170 حوزه رأی گیری تعداد رأی ها 1.5 برابر تعداد رأی دهنده هاست. این یه قلم کوچیک از تقلبی است که محمد رضا خاتمی گفت 8 میلیون رأی رو با یه چرخش قلم رو کاغذ اضافه کردن به تعداد رأی های احمدی نژاد. خب محسن رضایی با این صراحت میاد میگه تقلب شده، میگه منم شکایت کردم، یعنی مستندات ارائه دادم و فرستادم برای شورای نگهبان. بعد چی شد؟ بعد برای حفظ نظام متقلب و فاسد و حفظ جایگاه خودش در این نظام مقدس شکایتشو پس گرفت. گفت پس گرفتم.
بعدم گفت معترضان به نتیجه انتخابات 88 اصحاب فتنه هستن و از این حرف. انتظارم نداره کسی که اینا پرنسیپ داشته باشن، به اصولی پایبند باشن واقعا برای حفظ موقعیت، چون هر کاری میکنن و بر هر جنایتی چشم میبندن. پسر ارشدش احمد رضایی رو که از بچگی همه جا دنبال باباش بود، مگه همین نظام مقدس نکش؟ چی گفت محسن رضایی؟ احمد 22 سالش بود که رفت آمریکا و شروع کرد به افشاگری علیه جمهوری اسلامی. تازه اون موقع قطعهای سیاسی پاییز 77 در ایران انجام شده بود، قطعهای زنجیری به اصطلاح، و احمد رضایی همون موقع با صدای آمریکا مصاحبه کرد که یه تیکش رو بشنویم. تمام این ترورها و تمام حرکات و تحولاتی که در جمهوری اسلامی اتفاق میفته همه در دفتر خامنه ای تصمیم گیری میشه در موردش، حتی کارهای تروریستی در سایر نقاط دنیا ایشون هستش که تصمیم میگیره با مشورت آقای هاشمی رفسنجانی، و در مورد آقای فروهر، در مورد آقای مختاری، در مورد سایر کسانی که به قتل رسیدن با نظر مثبت خود ایشون بوده و دستور خود ایشون بوده که اینها رو به یک شکلی بکشن و بعداً اینو بندازن گردن یک سری آدم‌های کجندیش یا تندرو که به یک شکلی از گردن خودشون این موضوع آزاد بشه، در حالی که تمام این افرادی که قاتلینی که برای این موضوع اقدام کردن همه اینا در دست این حکم شرعی داشتن، اجازه داشتن که اگر روزی اتفاقی هم براشون بیفته خودشون رو به کشورهای دیگه برسونن یا در همون ایران بتونن زندگی عادیشون داشته باشن، اما مخفیانه. اون چیزی که الان در دل جوانان هست فقط بحث جمهوری اسلامی نیست، فقط بحث خمینی، خامنه‌ای و اینها نیست، بحث اسلام است. شاید 4 سال پیش 5 سال پیش برای جوانها فقط بحث جمهوری اسلامی بود، خیلی ها اعتقاد به اسلام داشتن، ولی امروز بحث از جمهوری اسلامی هم فراتر رفته، بحث به اسلام رسیده و حتی از اسلام هم فراتر، به شکلی شده که اصلا هیچ جوانی هیچ علاقه به هیچ دینی نداره. همه جوانها خواهان یک حکومت دموکراسی همانند کشور آمریکا هستند، حکومتی که در اون مردم بر مردم حکومت داشته باشن، نه یک شخص، نه دیکتاتوری، نه شاهنشاهی، نه رهبری. تاریخی که روی این مصاحبه‌ای که با احمد رضایی شده بود زمانی که آمریکا بود، این تاریخ تاریخ قتل احمد رضایی بود، نه تاریخ مصاحبه. نه من با صراحت نوشته شده بود یا نه، چون 22 آبان 90 کشته شد. 7 سال بعد از این مصاحبه‌ای که شنیدین، احمد رضایی برمیگرده ایران و پدرش به خبرنگارا میگه مشکل احمد حل شده، داره زندگی عادیشو میکنه در ایران. همینطور که دیدین احمد همه جا دنبال باباش بود از بچگی، و بنابراین قاعدتا رابطه پدر و پسری نزدیکی بین اینا بوده. به هر حال گفت مشکلش حل شده، حالا مصاحبه و فلان حل شده، داره زندگی عادیشو میکنه. 3-4 سال بعد، سال 88، احمد رضایی دوباره برمیگرده آمریکا، میره دبی، از دبی میره آمریکا. میره آمریکا با یک تبعه آمریکایی ازدواج میکنه و باز افشاگری‌های علیه جمهوری اسلامی میکنه در رسانه‌ها، و در یکی از سفرهایی که به دبی داره از آمریکا، رفت و برگشتایی که به دبی داره، جنازه‌شو در هتل گلوریای دبی پیدا میکنن 22 آبان 1390. در سالگشت قتل احمد رضایی، محسن رضایی چی میگه؟ تو وبسایتش مینویسه که پسرشو سرویس جاسوسی اسرائیل کشته، موساد. بر اساس یافته‌های ما، ردپای سرویس جاسوسی اسرائیل موساد در این پرونده به چشم می‌خوره. واقعا آدم نمیدونه چطور این شخص بعداً روش میشه بیاد بگه ما برای رفع تبعیض و فساد و فلان و فلان باید از خودمون و از خانواده خودمون شروع کنیم. چه کسانی این رعب و هراس و ریسک رو توی بدنه جوانهای ما تزریق کردن جز دولت مردان و نحوه اداره کشور؟
ما اگر راست میگین در مبارزه با فساد، از خودمون، خانواده خودمون، فامیل خودمون، از رأس دولت گرفته تا بدنه باید این کار انجام بدیم. بله، محسن رضایی بعد از اینکه در سخنرانیش بارها تأکید میکنه که فرمانده سپاه بودم، من رفتم دکترای اقتصاد گرفتم و اینا، بعد خودتون گوش کنین دیگه. اگر ما بخوایم معاصره اقتصادی رو از بین ببریم و اقتصاد ایران رو درست کنیم، بدون دانایی، بدون فهم اقتصادی امکان پذیر نیست. آمدم از مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت قبل از انقلاب، رفتم دانشگاه تهران لیسانس و فوق لیسانس دکترا اقتصاد گرفتم و بعدم که اومدم تو مجمع تشخیص در این مدت 20 سال که مشاور مجمع هستم، مشاور رهبر انقلاب هستم، آمدیم سیاست‌های کلی اقتصادی رو تنظیم کردیم، ولی افسوس از این که این همه سیاست‌های کلی رهبر معظم انقلاب که به هر سه قوه ابلاغ می‌شد، حتی 10% اون عمل نشد. و اگر عمل می‌شد، ما امروز این وضعیت اقتصادی کشور رو نمی‌داشتیم. چجوری بر طبق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به سه قوه این وضعیت اقتصادی کشور درست میشه؟ دکتر اقتصاد اصلا اقتصاد خونده که مسائل اقتصادی کشور رو حل کنه. چند تا راه حل مشخص میده آقای محسن رضایی؟ آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم، به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه. این مشکلات اقتصادی رو اینجوری حل کردن، البته راه حلای سردار سپاه هست که دکتر اقتصاد هست و اینها، هم مشکلات داخلی رو حل میکنه و هم مشکلات منطقه‌ای رو. پول ملی رو میرسونه به دومین پول منطقه. از مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. حالا ارزش پول ایران در منطقه رو ول کن برادر حاج دکتر محسن رضایی، ول کن، در جهان جایگاه پول ملی ایران به اصطلاح کجاست؟ ته لیست بی ارزش ترین ها، یعنی بی ارزش ترین پول جهان ریال ایرانه. بی ارزش تر از پول ونزوئلا، کامبوج، سیرالئون، ویتنام و غیره. این بی ارزش ترین پول جهان آقای سردار دکتر سبزوار محسن رضایی میرقائد میخواد بکنه معتبرترین پول جهان در منطقه. البته تو منطقه بس چی جوری؟ حالا 4 تا کشور در همین منطقه همسایه های ایران قوی ترین پول دنیا رو دارن، جزو 10 کشوری هن که پولشون در شمار با ارزشترین پول های رایج دنیاست. عرض کردم 4 تاشون جزو کشورهای همین منطقه هستند که محسن رضایی میخواد بتره کنتشون. دینار اردن، ریال عمان، دینار بحرین، دینار کویت، اینا جزو 10 پول با ارزشترین پولهای دنیا، جزو 10 با ارزشترین پولهای دنیا. همه جا اصرار داره محسن رضایی میرقائد بگه من دکترای اقتصاد گرفتم و اینا. مملکت پر شد از این دکترای سپاه. انصافاً اگه بخوایم جدی بهشون نگاه کنیم، جز فساد برای اقتصاد مملکت هیچی نیاوردن اینا. افتخار محسن رضایی این است که مؤسس خاتم الانبیا، مرکز اقتصادی سپاه بعد از جنگ. من یه چند تا نمونه کوچیک میگم. خرداد 91 مهافرید خسروی متهم پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیاردی تو آخرین جلسه دادگاهش گفت آقای میمره از مسئولان مجمع تشخیص
در منزلش در لویزان و دفترش در خیابان ظفر با من ملاقات و جلسه هایی را داشته است. من هشداری را در جلسه بعد به این افراد می دهم تا خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند یا خودشان به رهبر انقلاب بگویند که ما برای کمک به دولت جلو آمده بودیم، وگرنه من همه چیز را در جلسه بعدی خواهم گفت. جلسه بعدی وجود نداشت، تشکیل نشد. مهافرید خسروی در 3 خرداد 93 اعدام شد. صورت مسئله پاک شد. مثلا محسن رضایی دختر بزرگش سارا خانم رو داده به روح الله رئیسی، یک قاضی فاسد که به عنوان متخلف رشوه‌خوار و رانت‌خوار از کار برکنار شد و حتی با صدور پروانه وکالتش هم موافقت نشد. چون معمولا این قاضی ها میرن وکیل میشن، بعدن اونایشون که میخوان مثلا فقط پولدار بشن اینا، خیلی رو داریم. این آقا را اصلا پرونده وکالت هم بهش ندادن به دلیل سابقش. البته ایشون یعنی روح الله رئیسی، شوهر سارا رضایی میرقائد که بازپرس دادسرای الهیه بوده، روابط خودش همچنان حفظ کرده در اون دستگاه قضایی و حالا شده دست راست علی رضایی میرقائد، گلپسر و معاون حاج محسن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس. علی رضایی که بعد از کشته شدن برادر بزرگش احمد، تنها پسر محسن رضایی است. افسون بر این که رفت وردست باباش تو مجمع تشخیص که عرض کردم در معاونت فلان، تو چند تا شرکت سهامدار اصلی است که هیچ ربطی هم این شرکت ها به هم نداره. ایران ترانسفو، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، مؤسسه فرهنگ هنری ملت تابناک ما، بنیاد جهانی بقیت الله، بهمن پارسال هم یه خیلی خانوادگی زدن میرقائد برای پولشویی شرکت های بی ربطشون، از خود محسن رضایی تا زنش خانم خدنگ و دختراش و عموجونشون و عمجونشون توشن. علی رضایی میرقائد هم بازرس این خیریه است.